تا حالا شما تجربه کردید که یه غذای یه شیرینی یا یه کیک رو با بی‌حوصلگی درست بکنید فقط برای رفع تکلیف و انجام وظیفه؟ سعی کردید از مواد اولیه خوب و مرغوب استفاده کنید، اما چون چاشنی مهربونی و عشق کنارش نبوده، نشده که نشده. من تردید ندارم این شیرینی ها و این کیک های خوشمزه که اینجاست حاصل دست دو جوان هنرمنده که در کنار مواد اولیه خوب که استفاده میکنن عشق رو هم بهش اضافه میکنن. خواهر برادری که بزنن به تخت خیلی هم همدیگر دوست دارن. سلام. سلام. از شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ممنون. نیستی، من هم سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و عزیز خانورات، موجه نازنین و خوبه این برنامه. قربونه شما. خیلی خوشحالم که باز همین فرصت دست داد با امیر در خدمت شما بینندگان خوب و عزیز باشیم و به درخواست خیلی خیلی زیاد شما دوستان ما امروز خمیر هزار لایه رو گذاشتیم که البته وفاجون خیلی زیاد. آره. دیگه امروز گفتیم که به هر حال این قول رو که داده بودیم رو به انجام برسیم. دست شما درد نکنه. خیلی خوش آمدید. ممنون. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین و در خدمتتون هستیم با آموزش خمیر هزار لایه. امیدوارم که کاملا نکات رو که مژده میگه و من میگم کاملا یادداشت کنید دونه بدونش و در درست کردنش مطمئنم هیچ مشکلی دیگه نخواهید داشت. کاربرد این خمیر رو هم قبل از اینکه مواد اولیه رو بگید و طرز تهیه. خانمرات این خمیر هزار لایه یکی از پرکاربردترین خمیرهایی که ما در کار آشپزی و شیرینی پزی استفاده میکنیم، یعنی انواع غذاها رو حتی دوستان اگر این خمیر رو آماده کنن توی فریزر میتونن تا یک سال نگهداری کنن، هر زمانی که خواستن استفاده کنن، به مدت نیم ساعت بیارنش بیرون، یخش که باز بشه باز کنن. یعنی ساده ترین راه مواد گوشتی، مرغی، هر چیزی، حتی پنیری بذارن، ببندنش، بذارن توی فر، بعد از نیم ساعت غذا حاضره. یعنی اینقدر راحت. تا یک سال. بله. چون خمیریه که در واقع پایش فقط با کره و آرد هست، هیچ مواد دیگه ای نداره. با روشی هم که حالا من و امیر به صورت فوری آموزش میدیم، هم امروز یه سری تکنیکایی رو میگیم که لایه بندیش بیشتر بشه، هم میگیم که اگر یه موقع احیانا خمیری رو درست کردن و حالا به حال یه موقع توی کار ممکنه دست اول مشکل به وجود بیاد، میگیم که چجوری سریع بتونن اون مشکلات رو رفع کنن. بریم سراغ مواد اولیه. ممنونم. برای مواد اولیه خمیر هزار لایه ما احتیاج داریم به آرد شمال یا آرد سنگین به میزان 410 گرم، آب سرد 1.5 پیمانه، کره 50 گرم و نمک 1/2 قاشق چایخوری. برای مواد میانی هم احتیاج داریم به کره سرد رنده شده 450 گرم، آرد سرد 130 گرم، نمک 1 قاشق چایخوری و آب لیموی تازه 2 قاشق چایخوری. خب من اول توضیحاتش رو میدم بعد امیر انشالله عملیش رو به دوستان میگه. آرد سنگین رو توی همه در واقع فروشگاه های مواد قنادی فروشی، لوازم قنادی فروشی ها به همین اسم آرد سنگین وجود داره. آردیه که گلوتنش بیشتر از آرد سفیده و میزان کیسانی خمیر ما رو بیشتر میکنه. بنابراین از آردمون. برای آب سرد گفت آبمون باید حتما، خانم راد، یعنی اگر که آبشون از شیر خواستن استفاده کنن یخ بندازن توش، قشنگ یخ بزنه این آب، بعد یخ رو خارج کنن، از اون آب سرد یخ استفاده بکنن. برای مواد میانیمون هم من تاکید کردم که حتما کره سرد استفاده کنن. کرمون رو باید بذاریم داخل فریزر و نباید یخ بزنه، یعنی سرد 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 باشه. برای آردمون هم برای بخش میانیمون آردمون باید آرد معمولی باشه، ولی این آرد رو هم به خاطر اینکه می‌خوایم سرد استفاده کنیم به مدت یک ساعت داخل فریزر قرار میدیم. فکر می‌کنم سردیش مهم‌ترین نکته این که بله دقیقاً کمک می‌کنه به لایه بندی. میزان آب لیمومون بود که توی مواد اولیه برای مواد میانی ما گفتیم آب لیمومون احتیاج داشتیم به 2 قاشق چایخوری. آب لیمو کمک میکنه به اینکه در واقع خمیر ما لایه بندی بهتری پیدا بکنه، یعنی ما زمانی که شروع میکنیم به خمیرمون رو آماده کردن، این آب لیمو سطح لایه بندی رو بیشتر میکنه. اگر که دوستان خواستن این خمیر رو دو حالت آماده کنن، خمیر رو برای شیرینی ها 1/2 قاشق چای خوری، اما اگر خمیر رو برای غذا خواستن انحصاراً استفاده کنن 1 قاشق چای خوری. نمک قابل حذف نیست. بسیار. برای حالا بخش خمیر شما بله. در مورد بخش خمیر ما 410 گرم آرد داشتیم، آردمون رو داخل غذا ساز می‌ریزیم، نمکمون رو اضافه می‌کنیم بهش،
اگر این خمیر برای غذا در واقع کارهای غذایی می‌خوایم استفاده کنیم، باید میزان نمکمون رو از 1/2 قاشق چای خوری تبدیل کنیم به 1 قاشق چای خوری، و اگر برای شیرینی هستش یا دسر یا برای خمیر تارت هستش، همون 1/2 قاشق چای خوری کافیه. پس ما آرد رو با همراه نمک داخل غذا ساز می‌ریزیم، کره در واقع کره نرم شدهمون رو اضافه می‌کنیم بهش 50 گرم رو، و سپس آب داریم به میزان 1.25 پیمانه. 1 پیمانه کامل آب سرد، آب یخ رو اضافه میکنیم بهش کم کم. اون 1/2 باقی مانده رو قاشق به قاشق، امکان داره از اون 1/2 پیمانه آب فقط 1 قاشق استفاده بشه، امکان داره همه استفاده بشه، بستگی به میزان گلوتن آردتون داره. هر چقدر آرد سنگین تر باشه، میزان جذب آب ما بیشتر خواهد بود. پس ما این کار رو انجام میدیم، خمیر رو به این صورت در میاد. خمیر رو 3 دقیقه ورز میدیم کاملا روی میز، هیچ کاری هم نداره. من الان این خمیر رو ورز بدم، ولی کاملا با دستمون خمیر رو ورز میدیم به این صورت تا کاملا یک خمیر یک دست و صافی به دست بیاد. خمیر به این حالت که به دست اومد، با یک چاقو روی خمیر رو 1 به علاوه بسیار عمیق میگم. من این کار رو نباید الان انجام بدم چون این کارا رو همه رو عقب کردم، ولی واسه که ببینین دوستان انجام میدم. ببینین من از طریق خمیرم باز شد. به این صورت خمیر رو یه حالت به علاوه میدیم، این خمیر رو شدونه دستمال میندازیم تو دمای آشپزخونه 20 دقیقه بهش زمان میدیم تا استراحت کنه. بعد از که 20 دقیقه استراحت کرد، حالا ما خمیرمون رو کاملا اون ظرف آرد فقط من بدیم. حالا ما میایم روی میز کارمون رو که از قبل تمیزش کردیم، کاملا شستیمش. این بازکدن خمیر روی انواع سیلپدا کاغذ روغنی انجام پذیر نیستش، حتما باید روی سطح کابینت آشپزخونه انجام بشه، حتما. برای همین منم میز رو قبلش تمیز کردم که مشکلی نباشه. خمیر رو روی میز کار قرار میدیم. نکته مهمش که الان موجه توضیح میده دوباره براتون، 4 طرف خمیر رو باز میکنیم، وسط خمیر برآمده و آماس پیدا کرده هستش. بعد کره رو که داشتیم اضافه میکنیم. در مورد مواد میانی مجد توضیح داد، گفت کره پاستوریزه، که این کره پاستوریزه که توی فریزر هستش، با رنده ریز رندش میکنی، با آرد سرد سرد که میزانه 130 گرم بود و نمک با همدیگه مخلوط میکنی و آب لیمو رو اضافه میکنی، با دست بهش یک شکل مکعبی میدی. اگر تونستین کره یا روغن مخصوص قنادی پیدا کنی که سفید رنگ هست، مال من اینجا امکان داره زردم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر از این کره استفاده کردین، 130 گرم آرد، آب لیمو، نمک حذف میشه و این کره رو به تنهایی استفاده میکنین. پس من الان خب من یه بار دیگه این نکته رو توضیح بدم، دوستان ممکنه که اشتباه بکنن. اگر که از کره معمولی استفاده کردید، ما از آرد 130 گرم و نمک و آب لیمو استفاده می‌کنیم. اگر از روغن مخصوص قنادی که شماره 44 و 50 داره توی بازار هست استفاده کردین، این کره آرد، آب لیمو و نمک حذف میشه. کلن فقط ما 450 گرم از کره مخصوص قنادی استفاده میکنیم. باز هم این کره باید خان مراد رنده بشه، باز هم باید سرد باشه و از فریزر در بیاد. اصلا ما از مواد گرم یا در دمای محیط، به خصوص الان که هوا رو به گرما داره میره، اصلا نباید استفاده بکنیم. خمیر رو الان من بازش کردم، کاملا وسط خمیر برآمده است. 4 طرفش باز کردم. کره ای رو که کاملا سرد تکرار، من اینجا علیه مقدار نرمم شده، کاملا با دستم. من اینجا مواد و نصف مقدار گرفتم، برای همین میزان کره من کمتر هستش. به این صورت تو هر بستن لایه ها آرد رو از روی خمیر بر میداریم، دوباره زیر دستمون آرد میپاچیم. ببینید دوستان دقت کنن که وقتی که این کره رو گذاشتیم و خمیر رو بستیم، تا به سمت زیر میره، بعد امیر شروع میکنه به صورت عرضی خمیر رو باز میکنه. یک دقیقه زمان داریم واقعا؟ خب من الان خمیر رو باز میکنم. همین من چون خیلی از کارش مونده به امیر گفتم که سریع خمیر رو باز میکنیم، خمیر رو برگردون میزنیم. خمیر هزالایه برخلاف خمیر دارمارکی حتما باید برگردون بخوره. وقتی برگردون خورد، به طول و عرض بازش میکنین خیلی راحت، اصلا کرش نمیزنه بیرون.
خب من نمیدونم میتونم خواهش بکنم اگر دکتر فرمان ما فرصت داریم فقط یک دقیقه یک دقیقه زمان بدید. خب الان من خمیر رو میخوام شیشلا کنم، دو سوم خمیر رو میارم جلو، یک سوم از این طرف، یک تا از این ور و تای بعدی. شیش لایه ما خمیر داریم. خمیر رو 20 دقیقه داخل یخ فریزر یخچال قرارش میدن، یا برای تندتر شدن کار ما من 3 دقیقه تو فریزر میذارم و 10 دقیقه تو فریزر میارم بیرون، دوباره بازش میکنم. فقط یه نکته رو بگم، اینو بگم، خمیر هزار لایه تموم شد. قسمت باز دهنه خمیر سمت شکممونه، سمت خودمونه. هر دفعه که خمیر باز و بسته میشه سمت باز سمت خودتون باشه. اینو اگر انجام بدین نه تازه لایه ها رو گم میکنی و نه مشکل پیدا میکنی. خمیر هزار لایه که من آماده میکنم سه تا، دو تا شیشلا میرم، سه تا شیشلا نمیرم، دو تا شیشلا میرم، یه پنجلا میرم و خمیرهای بسیار هزار لایه عالی هم در میاد. انشالله در انتهای برنامه اگر سمعون داشتیم باز دوباره اون پنجلایه زدن خمیر رو هم حتما توضیح میدیم. ممنونم از شما دوستان عزیز، اصلا نگران نباشید. من پیشنهاد میکنم برای بخشایی که اینقدر آموزش مفید و مؤثر هست حتما شما ضبط بکنید لطفا، یا بعد از طریق سایت خود شبکه 5 ببینید که راحت با آرامش بتونید یادداشت بکنید و انجامش بدید. نگران نباشید، انتهای برنامه یه بار دیگه برای شما مرور خواهیم کرد. بریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم، کنار شما هستیم همینجا.